با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر ایران و دنیا، اتفاقات پیشبینی شده جالبی افتاده و داره میفته خدمت صحبت خواهم کرد. البته یک اولی چیزی میخواهم گفت، بر اساس این صحبت خواهم کرد. اگر وقت کردم راجع به کاری که شاهزاده انجام میدن، برنامه که ایشون دارن و خبری که من دورا دور دارم رو خدمتتون عرض خواهم کرد و در یک کلمتون میگم که ایشون شب و روز وقت صرف این کار دارن میکنن. شاهزاده ایشون خیلی خوب میدونه، خیلی بهتر از من همه شما میدونه، خیلی خیلی بهتر از شما میدونه که ایشون هرگز با روح و روان مردم ایران این 80 میلیون بازی نخواهد کرد، چون تباهی میدونه ایشون بهتر از شما میدونه. پس اگر کار میکنه حرفم نمیزنه، ایشون حکایت مرغ و ماهی هست. این چپی های راستی های کوفتی های زهرماری های مجاهدین ببینید اصلا به فکر ملت نیستن، تلاشی به فکرشونی فکر ملت بودنه، هیچی نه کشان ملت هم. فقط تمام این بیشرف ها ریز و درشون در یک دومله هستن، منافع شخصی خودشون انتقام گرفتن. خلاصه همون کاری که داره میکنن که 44 سال کردن همون ها هستن، همون ها برگشتن به خونه های به حرم سرها، به زنها، به دخترها و اون کاری داره میکنن دیگه، خودتون میدونید. شاهزاده به تنظیف این مسئله هستشون پیروی خط پدر بزرگش و پدرشون هستن و گفتنش اصلا از شمس ایشون یکی از فوق نابغه های دنیا توی مسئله هستن. حالا هر کس خود دیگه بخواد بگه تا کور شود همه کسی که نتوانید. حالا بعد من راجعه رفته بخواستن سوال خواهم کرد. خب خدمت شما هستم که نوشتن استاد اعترافات جدید که دوستان قاسم سلیمانی رو ببینید که چی گفته. خیلی تکان دهنده هست استاد. از خونخواهی سلیمانی در سوریه گفته و گفته سلیمانی شبانه نیروهای خودی افغانی رو مثل بوسنت سلاخ میکرد. بله، حالا این حرفا زیاد گفته خواهد شد، این بحثم روی خبر نیست، خبر رو دارم، ولی بحث دیگه است. بحث این است که اونایی که تو حکومت بازی خوردن، اونایی که به اسم خدا و پیغمبر امام به زمان و قرآن و فلان و فلان و فلان کارهایی کردن که حیوانات شر خوک شرش میاد به شما برسه، حالا میرن بازی رو باختن. سلیمان گفت این کارو بکن، کافی خسرو خداست مگه؟ خدا نمی کسی رو بکشه. سلیمان گفت این کارو بکن که ما نشسته نکنن، که ما به خانم بازیمون برسیم، کتاب کاریم برسیم. تیتر اومده راز چی بزرگ در اتاق خواب یه زن ایرانی در توسط سلیمانی. اصلا تو هر خونه که میرفتن پاسدارش با من میگفتن ما اول از همه دختر خونه یا هر چی تو خونه بود تو اتاق خواب بلا فاصله وقت تلف نمیکرد. شلتومون درجه یک بود، شلتومون درجه یک بود. حالا این همش گردش بدن در میاد. میخوام بهتون بگم که از این اعتراف ها زیاد خواهد شد، به خصوص برای شخص خامنه‌ای. ببینید یک فرق بزرگ بین خامنه‌ای و خمینی هست بود. خمینی ضمن این که یک شیطان بود و چی بهش میگن تمام کاراش حساب شده بود و دوبار انتقام بود، شیاد هم بود، پدر سوخته هم بود، حرومزاده هم بود، یک جو سیاست هم داشت به کاراش. بعضی وقتا میگه من چه کاره هستم، من فلانم، بعضی وقتا اونجوری. ولی خامنه‌ای آدم متوهم و بدبخت و رگزده ایست که این شیادی ها رو دک زنانده و بقید شیطان رو به تمام معنا شده و خودش خدا میدونه و خودش خدا پندار میدونه و الاخر تا آخر که میبینه. ولی الان دوروری هاش به خصوص پاسداره که در 10-15 سال اخیر استخدام شدن، همه اینها ماهیت خامنه‌ای رو شناختن، خودشون پاسور تو دفتر دارن دیگه، که این بشر به یک چیز فکر میکنه و دنبال آدمش هم هست. خب اینه که عکس خامنه‌ای پرت میکنن بیرون، میشکنن، فوش میدن، ولی از آن تنازل بقا و زندگیشون به زندگیش بگذارن. ولی به جاش که برسه اینها اول نفره خواهم بود که از خامنه‌ای و داردستش امتحان خواهند گرفت. شکل قصه ما نداریم و نخواهیم داشت. حالا من چند روز میخورم که اون چی میگه، این چی میگه، راجع خامنه‌ای اون چی میگه. اینا کم کم داره سر برمیارن، کم کم دیگه ترس رو ریخته، کم کم میفهمن که حرف خامنه‌ای کسی دیگه نمیخوره، تره خورد نمیکنن. علی مونده و حوزش. بله، نشریه تلگراف: حوثی‌ها در ایران آموزش دیدند و علی خامنه‌ای شخصا بر تجهیز اقدامات این گروه نظارت دارد. یعنی خود شخصا کارا میکنه، قبلا هم کرده، به خاطر اینکه از همه امید بریدن که دیدیم حوثی ها که اگه هستن اولا یک مش گدازاده و گدا چی میگم همه چی گداش و گداست هم یک مش آدم معتاد و در معتاد، خلاصه معتاد اونجوری خود شخصا میاد که مثلا اونان روحی بده کارا بکنه.
اونها تو به 2000 میفروشن، 2000 زیاده، به 1 قران تو میفروشن. فهمیدی میفروشن آقای خامنه‌ای، خاطر چی هم باشه فروختن تمام میفروشن. آمدن اخبار اومده که راکت های شلیک شده سپاه به اصلویه بخشید، به محوطه پتروشیمی چابهار بخشید. من قبلا گفتم بهتون اینا همه از بین میبرد چون همه شوش دوزی شده، وگرنه راکت بزنه منو دریه بیاد بخوره به چابهار، به اون تحسیصات چیز پتروشیمی چوکی قصه هست. ولی خب خوشم بینده شگرشون خوب بود این دفعه و زدن، بعضی کارا باز هم میکنند، میگن دستمون در رفت، اما الله و علم. یه عده زیادی واسه نوشتن که لطفا راهنمایی کنید با پسندازمون چی کار کنیم. من راجع به اصلا صحبت خواهم کرد، اما شماها در دوچار یک بلا و چی میگم فتنه شدید که چاره ندید، باید تحمل کنید، باید این ادامهش بدید خالص راه رو. این است که صحبت خواهم کرد و اون کم ذره‌ترین راه رو خدمتتون خواهم گفت. همراهی دیوان اداری با تورم، گرانی 70% بلیط هواپیما با رأی دیوان. گرون کنید، نکنید مردم توان خرید ندارن، شکل رقمای وشگسته هستند، شک به قصه نکنید، نه که اینا بانک هم همچین، نه که اینا خیلی دیگه همچینه و این طلا فروش هم همچینه، جنس های لوکس همچینه. دیگه از اون دو دوران گذشت که اینا بازار داشت، افرادی بودن کارا میکرد میخردن، دیگه بورس هم ترش در همش دارن، دیگه دوزی دیگه نیست، کم شده، یعنی محلی بر دوزی نیست. توی هند اونا که زندگی کردن میگن تو هند دوزی نیست، چون چیزی بعد از چیزی نیست به خود باید بخواست بدوزده، توانی نه چیزی نیست، پلاستیک یه فوج مقواست. پس دیوان داده مسابقه قیمت گذاری برای بلیط هواپیما را باطل کرده و این اقدام در نهایت افزایش تا 70% قیمت بلیط در مسیرهای داخلی را دنبال میکنند به دنبال داشته است. شرکت هواپیما اشتباه میکنه، گرون میکنن، البته حق دارن بدون اعضای گرونتر هستن، ولی به جای خواهر رسید که هر پرواز با 10 تا 20 تا پوست سیت مسابقه خود داره که اصلا صرف نخواهد کرد و بیا فکر چاره دیگه به خودشون بکنن، فکر چاره دیگه به خودشون بکنن. در خیلی مشاهده هست، این در تنه این نیست. خب چند نفر از مجموع تشخیص مصلحت، سه نفر تا ده پونزه نفر دارن میگن نامه خیلی چیزی برای بلندباله برای خامنه‌ای نوشتن که تو بیا استعفا بده، چون مشتر مسئول همه شون از دم کسافتند، خائنند، دزدند، راند خارند، یعنی مجلس همه چیزی رو با اینا تصمیم میخوان برمار کردن. حالا اینا کار به جای رسته که دیگه عاشق عاشق خود اینها خواهند بود، تشخیص مسئول خواهی نامه داشتن یه دفعه سه نفر پس چند خیلی برستن که آبی استعفا بده، دیگه دیر شده، خیلی خیلی زود دیر شد دیگه. خامنه ای و مامنه ای اینا همه شون باید برن، شما به خصوص تشخیص مسئول بیشرف و حرامزاده و حرام لقمه و حرام خور، شما از همه بدتر هستید، شما تک تک از همه بدتر هستید. تشخیص مصلحت یعنی چی؟ مصلحت نظام، نه ملت. تشخیص مصلحت نظام، نه کشور. تشخیص مصلحت نظام، نظام شخص خود خامنه‌ای است، نظامی نمونده، نظامی نمونده، فقط داره منافع یک نفر کار میکنه، او یک نفر داره منافع کشوری کار میکنه. در از شما، از شما بدتر خودتون هستید که برای منافع کشوری کار میکنید. اسمت هم گفتید تشخیص مصلحت کی؟ تشخیص مصلحت کی؟ خاک آدم بر سرتون، جنایتکار کثافت. جالبه که شما اکثرتون هم تصدیق کرده است به اصطلاح فلان هستید، ولی خائن خائن فرق نمیکنه، مدرک هم درک نمیاره. خب من چند خبر دیگه از این نگاه کنم براتون رو ترور یک عضو دیگر حزب الله. میدل ایست نیوز حزب الله لبنان چهارشنبه در بین اعلام کرد که نابغ احمد القادری، ابو علی اشعری کفر شوبا هم چیزی در جنوب لبنان ترور شده است. اینا قبلا بیشتر 90% اینا تا که ترور میکنه آدم خود اسرائیل هستند یا دوربرش هستند. وقتی که چیزی تمام میشه تو مثلا تمامش باید بخوشنشون، تا ایست تارم با کسی نمی کنن. به گزارش روسیالیوم این پنجمین عضو حزب الله است که در 26 اخیر کشته شده است.
روز گذشته نیز خبر رسید رویتر از طرف 3 تن از اعضای حزب الله لبنان در حمله اسرائیل به خودروی آنها در القندوریه خبر داد. بله. استاد موشک های استفاده پتروشیمی رو چابار گفتم براتون. یه آقای مناشه امیر با شرم همایون یکی از یکی فرانتر یکی از یکی کسافتر مردمی حرفا نیستن. اون موسویانه که سفیران در آلمان بود اون کسافت هم همه اینا بخوا مردم بترسن که جدید بریم پی کارتون. مردم بری شما میخندند مردم بری شما میخندند مخصد شرم همایون کسافت نجاست بوم بعد دستش خاک آدم بر سرتون کنند. خاک آدم کور خوندید. اولا اصلاحی پیزی جنگ کردن دیگه نداره تموم شده است دیگه باقی حرفتون بزنمه و بعد ملت ایران حساب شده رو جدا کرده. خب اما خبری هست خیلی خیلی کارشناسی شده مهم و راجع به انتخاب سخت. من این خبری خوندم دیدم با من تو ایران هست افرادی که شورهای اینجوری دارن شور دارن شور دارن از این حرف اینا. اسکان نیوز امین توکلی زاده معاون شهردار تهران دوستان ببینید انتقام سختش رو گرفتن. ما خبر داشتیم نمیدونستیم که اینها واقعا در فکر هستن. امین توکلی زاده معاون شهردار تهران حاضر نشدن مواجهه مقابل حرکت اسرائیلی انتقام سخت ماست. این معاون شهردار یعبرشن تهران هست دیگه بالا چطور کار خودتون بکنید. امیر توکلی مقابل فرهنگی و اجتماعی شهر تهران با اشاره به سخن مسئول نظام در مورد انتقام سخت گفت که ما در حوزه ورزشکاران وظیفه‌ای داریم، ما هم باید انتقام بگیریم. همین که ورزشکار ما در مسابقات شرکت نمی‌کنند که نماینده اسرائیل در مقابل اوست انتقام سخت ماست. بترسید بلرزید که دیگه این آقا توی کار. بله آقای سید حسن موسویان هم که گفتم سفیر ایران در آلمان بود که تنها سفیر در طول تاریخ ایران بوده که 2-3 دوره بیشتر از حدش تو آلمان وایستاده، جاسوس ساده و جاسوس بزرگ به این قضایی هست. سید حسن موسویان نوشت جنگ اسرائیل علیه غزه عملا این توافق موقت بین آمریکا و ایران را کشت. یک مقام اروپایی به من گفت به خاطر جنگ غزه آمریکایی مذاکرات با ایران ادامه نخواهند داد. برجام مرد، دیپلماسی هستی با ایران مرد. آمریکایی‌ها از قطری‌ها و محترمان خواستند که آنها محترمان از ایران بخواهند که در شرایط فعلی ایران محترمان همش محترمان صدا کرده. درخواستی به برداشت از این 6 میلیارد آزاد شده نداشته باشند. کنگره آمریکا هم تصدیق کرد 6 میلیارد دلار آزاد شده ایران مجددا بالا کشید. آقای موسویان دیپلمات بازنشسته و تحلیلگر ارشد سیاست خارجی غلط کرده با جد آبادش با کسی این عنوانش داده. جاسوس کثافت نجاست علیه ملت و کشور ایران هستش، چیز دیگه نیست، ارشد هم نیست. نوشت در روز 3 ژانویه در مناسبت 4 سالگرد شهادت سردار سلیمانی در شهر کرمان بیش از 300 شهروند بیگناه در یک عملیات تروریستی کشته و مجروح شدند. در 4 ژانویه 4 تن از موازنه فلان. در نهایت گفته که در آمریکا و ایران آمده شما هم بجنگن. با کدوم نیرو من نمیدونم. از کجا درمیاری من نمیدونم. تو مناشه امیر شون شهرام شالاتان کسافت همتون از یک آخور میخورید دهنت رو یک باس هست که حرفا بزنید مردم باقی ترسن. مردم ککشون نمیگذه. مردم دیگه میدونن که اینا هیچی سطحشون نیست، اینا همشون خودشون الاخره شده. خب من کلیپ بعدی خواهم گذاشت یا کلیپ بعدی سوال رو چه سازده و کاریشون دارن انجام میدن و برمتیک دارن میکنن و خدا بهشون قوت بده و واقعا با سفت خارمایی رو میهستن. ایام بکنم تو خوش.